عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان عزیز. امروز یک شنبه دهم بهمن ماه هستش و بریم بررسی کنیم ببینیم که در بازار بورس و بازار کریپتو چه اتفاقاتی افتاده. منتظر نظراتتون هم حتما هستم، لطف کنید که حتما نظر بدید. همچنین یک سری جدید ویدیو داریم براتون تهیه میکنیم که خب اون ویدیوها رو هم ببینید، حالا فقط ویدیوی بورسی رو نبینید. ما دوست داریم که شما عزیزان بالاخره بتونید یک کم شاد باشید، به خاطر همین سری جدید ویدیوهای ما رو میتونید که مشاهده بکنید، آدرسش هم بالا براتون میگذارم. عرض کنم خدمتتون امروز از ابتدای کار صف خرید سنگینی برای فراورده های نفتی ایجاد شد و این صف خرید تا انتهای کار هم به نوعی ادامه داشت. همچنین برای پتروشیمی ها، فلزات اساسی، خودرویی ها، بانکی ها صف خرید های خوبی مشاهده شد. یعنی یه جورایی میشه گفتش در نمادهای دولتی و نمادهایی که حالا بیشتر در دست حقوقی های بزرگ هست، از همون ابتدای کار یه جورایی ما صف های خرید را شاهد بودیم. آخر برای نفتی ها ادامه داشت این صفحه خرید که میبینید چه بندر، شپنا، شتران، شاوا، اینا مثبت های خوبی امروز خوردن. این طرف فولاد، فملی، البته صفحه خریدشون آخر کار کمتر شد. انرژی، بورس، اینها هم امروز مثبت بودن. پتروشیمی ها هم چند نماد بزرگشون امروز مانند نوری که خب امروز قیمتش تقریبا میشه گفتش به نزدیکای 10,000 تومان هم داره میرسه مجددن، صف خرید خوبی داشت تا آخر کار و بقیه گروه هم که مشاهده میکنید. ولی اوضاع در نمادهای کوچیک به خوبی نمادهای بزرگ نیست و همین امر باعث شد که امروز شاخص کل ما 2% مثبت بشه، ولی شاخص کل هموزن ما 0.8% فقط مثبت بخوره. و خب این اختلاف دوباره داره بد میشه، یعنی این اختلاف شاخص کل و شاخص کل هموزن تنها چیزی که برای ما میتونه تداعی بکنه روزهای دستوری بورس هستش، خب بیان فقط یه سری نمادهای خاص رو بالا ببرن که فقط شاخص کل خوب مثبت بخوره. یعنی الان خیلی ها اعتقاد دارن که حقوقی ها به نوعی میشه گفتش مأمور سبز نگه داشتن شاخص کل شدن و عرض کنم خدمتون توی این مقاله میبینیم که این مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته. البته توی مقاله میگه که مردم راضی هن از این قضیه که الان میبینم بالاخره مثبت شده بورس، ولی برخی کارشناسان دارن انتقاد میکنن. دلیلش هم اینه که تصاویر داره میچرخه توی فضای مجازی که حالا چند تا از این حقوقی ها رو پشت سیستم نشون میده که به نوعی دارن بازار رو سبز نگه میدارن و کنترل میکنن به اعتقاد کارشناسان. و خب در نهایت البته کارشناسان صحبتشون این هست که این دستوری نگه داشتنه تا یه جایی بیشتر نمیتونه ادامه پیدا کنه و بعدن از اونجا به بعد مجددن ما شاهد ضربه بدجوری به بورس خواهیم بود. یعنی دلیل مخالفتشون با این رویه هم اینه، یعنی چیز دیگه ای نیست که فکر کنید مثلا حالا برای اون افراد ضرری داره، یا اونها از بعد این قضیه میترسن که این دستوری ها در حال کار دست بده. خب در حال میبینید که 116 نماد امروز 3% مثبت بودن نسبت به روز قبل، که خب خیلی کاهش چشمگیر را تو این بخش داریم میبینیم نسبت به دو روز گذشته و مخصوصا دیروز که خب تعداد نمادهای بالای 3%مون از نصف هم فکر کنم دیگه کمتر شده نسبت به دیروز. 82 نمادم بیش از 3% امروز منفی خوردن و مجدداً 180 میلیارد تومان هم از بازار خارج شد. یعنی فقط مثل اینکه ورود پول نقدینگی به بازار توسط حقیقی‌ها یک روز بود، یعنی تو دی یا بهمن ما فقط دیروز داشتیم که ورود پول حقیقی رو شاهد بودیم و مجدداً
امروز این رویه یه جورایی برگشت. ولی تنها نکته مثبت بازار امروز نسبت به دیروز اینا این بود که ارزش معاملات اومد بالا 3390 میلیارد. دیروز در کانال 2000 بودیم، روزهای قبل هم که باز معامله میشد در کانال 2000، امروز به 3390 میلیارد افزایش پیدا کرد. تنها تفاوتش با بازار دیروز اینه. البته خب این بایستی ادامه دار باشه. حالا برخی از دوستان نوشته بودن که توی کامنت ها این باید بالای 5000 بیاد و حتی بیشتر، به نظر من باید بیاد بالاتر از مثلا 7000-8000 تا ما شاهد یک حرکت درست مثبت در بورس باشیم. امیدواریم این اتفاق زودتر بیفته و ببینیم. اینم نقشه پایانی امروز هستش که خب از این زاویه هموز با هم دیگه تقریبا داریم میبینیم. صفحه خریدی های امروز هم میبینیم که خب نسبت به روز گذشته با سکرم کمتر شده بوده. 60 دونه ما صفحه خریدی داشتیم در آستانه صفحه خریدمون امروز، خب بد نبود. حدود 20 هم اینجا جمعن رو هم دیگه 80 تا صفحه خریدی داشتیم. صفحه فروشی هامونم حدود 80 تا صفحه فروشی و در آستانه صفحه فروشمونم که نگاه میکنید 10 تا هم اینجا. این جمع فروش آستانه صفحه فروشمون چند تایی از خرید آستانه صفحه خریدمون فکر کنم بیشتر باشه، چند نمادی. در هر حال عدد شاخصی مثبت 2 داره نشون میده، ولی بقیه مشخصه ها حداقلش میشه گفتش که 0 رو باید به ما نشون میده. یعنی شاخص امروز باید 0% میشد، ولی خب 2% مثبته. و یکی از دلایلی که اغلب افراد اعتقاد دارن دستوری داره کار میشه هم دقیقا همین موضوع هستش. در حال نظرات رو با هم دیگه میبینیم در ارتباط با بازار دیروز. آقای مهدی گفتن که میشه به همین آقای محسن رضایی رو فقاش بگید لطفاً دست در مورد بورس صحبت نکنن. و عرض کنم آیدی MAA خدا به خیر کنه که اوقات همه ما تو این بورس آقای علیرضا اعتقاد دارن، چون بازار از سال بعد میخواد حرکت کنه امسال مقداری از حرکت رو پیشخور خواهد کرد. آقای شهرام میگن مهندس دو کندل و در هر حالش اعتقاد دارن که تا ارزش معاملات به 5000 نرسه شاخص دستوری هستش. خب ما هم دقیقا همین صحبت رو کردیم دیروز، هم گفتیم مشکلی که وجودم داره اینه که دقیقا امروز همین اتفاق هم افتاد. یعنی الان بسیاری از نمادهایی که دو روز دو تا صفحه خرید به جا گذاشتم و حالا 10% اومده بودن بالا، امروز 2-3% بیشتر مثبت نبودن. یعنی کسایی که این نمادها رو سه شنبه خریده بودن امروز دقیقا با 13-14% 12% سود راحت بیرون رفتن و خب این افراد منتظر میمونن که مجدد بیاد پایین. و اگر نقدینگی پشتیبان حالا توسط حتی هم حقوقی ها، یعنی اصلا ما فرض رو برمی گیریم که دستوری و حقوقی ها دارن این کارو میکنن مثبت نگه میدارن، یا اینکه مثلا سفارش فروش نمیگذارن، بخدا دارن کمک میکنن دیگه به بازار. ولی اینها مهم نیست، مهم نقدینگی است. به خاطر اینکه وقتی که مردم بیان به حقیقی بیاد بخره و این قیمته بره بالا 10-20% بره بالا و بعدن نتونه اینو بالاتر بفروشه مجدد برمیگرده پایین و بعدن این نوسانه روی 10-15% همینجوری ادامه دار خواهد بود تا اینکه یه زمانی بالاخره این حجم پول وارد بشه. ما منتظر اون موقع هستیم، باستی تا اون لحظه صبر کنیم. حالا برخی از دوستان اعتقاد دارن سال دیگه، واقعتش زمان شما نمیدونیم. در حال باید از این بازار یک حمایت مالی قوی بشه. حالا حمایت مالی از طرف حقیقی حقوقی از هر کی هست، اگه بخوایم رشد داشته باشیم بایستی منتظر بشیم تا این اتفاق بیفت. عرض کنم خدمتتون، آقای قاسم احمدی میگن که دوستان دیگر سهامداری که ضرر است چون دستوری شده، فرضاً سهم هکشتی یا سایر سهام از پارسال حدود 90% ریخته و باز ما 70% تو ضرریم، بهتر از هر وقت بورس دستوری سبز میشه بخریم و هر وقت ریزش میکنه خالی کنیم و منظارگر
دستورات بعدی باشیم. خیلی ها ما همین طرفن احتمالا دارن کار میکنن دیگه، حالا حداقل خود حقوقی ها که میدونند اطلاعات بیشتری دارن تقریبا همین جوری دارن کار میکنن الان. متاسفانه این اتفاقات یک داره میفته و ممنون که برای ما کامنت میگذارید. من بقیه کامنت ها رو هم خب خوندم و نظرات شما عزیزان رو در حال میدونیم چی هستش. باز هم برای ما کامنت بگذارید. حالا وقت برنامه اجازه نمیده که ما بیشتر به کامنت ها بپردازیم، پس برگردیم به برنامه که اینجا میبینید ورود پول حقوقی نسبت به حقیقی باز امروز بیشتر شد و به غیر از پتروشیمی ها و فرآورده های نفتی بقیه بازار یه جوری دست حقوقی ها بود امروز. واقعا همین دو گروه بودن که حقیقی ها بهش علاقه نشون دادن، که خب اینجا هم این نسبت به دیروز خب خیلی تفاوت کرد. دیروز 8 تا از این گروه ها در دست 7 یا 8 فکر کنم بدم نیست 7 بود یا 8 در دست حقیقی ها بود، امروز فقط 2 تاش افتاده دست حقیقی ها. دوره ورق چرخید. در حال نوری، شبتیس، شپولی، زاگروس، جمپیلن، شاوان، شتران، پومپی و احیا نمادهایی بودند که امروز مورد توجه حقیقی ها قرار گرفتند و اقبال بیشتری نسبت به بقیه نمادها داشت. خب این رو هم که دیدیم بیایم اینجا. خب شورای عالی بورس چند روز پیش جلسه تشکیل داد و الان اهم مصوباتش منتشر شد و بهتر بگیم این هم اهم مصوبات از ابتدای دولت 13 تا الان هستش. یعنی توی این شورای عالی بورس حالا 11 تا تصمیم از ابتدای کارش گرفته شده که خب حالا برخیش هم تصمیمات خوبی هست، من نمیگم همش قطعا خیلی تأثیر گذاره، ولی خب برخیش میتونه تأثیرهای خوبی بگذاره، ولی هنوز اعتماد بر نگشته. در حال مهمترین عامل اعتماد هستش که بس برگرده. اینم که با هم دیگه دیدیم دلار هم که امروز در حدودای همون 28200 داره معامله میشه، در حال بالای 28000 هستش قیمت دلار. و امروز الگو ساعتی هامون فکر کنم امروز دوره کم شدن، 4 تا سیستم، اتکای، دکوسر و قیمارک. متاسفانه این وضعیت خوبی نیست، یعنی این قسمت جالب نیست. هر موقع که اینا کم میشن یه زنگ خطری هست، مگر اینکه خب روزی باشه که مثلا هم مثل دیروز همه نمادها مثبت باشن، میگیم از اول تا آخر مثبت بود، ولی امروز اینجوری نبود. امروز غیر از حالا مثلا 10-15 تا نماده که بالاخره در دست حقوقی ها میچرخه و اغلب هم میگن اینا دستوریه، بقیه منفی یا حالا نهایتا صفر بود. خب بیت کوین رو مشاهده میکنید، 38144 دلار. خیلی نسبت به دیروز فکر نمیکنم تفاوت چندانی داشته باشه. بله همون حدودای دیروز هستش و امروز هنوز مشخص نیست کدوم طرفی میخواد حرکت بکنه. اگه به طرف پایین برگرده بعدن یه مقداری شاید اوضاع بیت کوین هم نابسامان بشه. یعنی منظورم این نمودار هستش، ببینید نمودار الان یک شیب آرومی رو پیدا کرده سعودی از اینجا، یعنی از 22 ژانویه که حالا مثلا به 34000 دلار هم حتی رسید، الان اومده تا 38000 دلار رسیده. ولی اگه بخواد برگرده پایین این بار احتمال داره که مجدداً 33000 رو بشکنه و حتی تا 30000 هم بیاد، که خب 30000 منطقه خیلی مناسبی برای خرید هستش روی ارزهای دیجیتال. ولی خب اگه همین شیب را یا حالا شیب بهتری را بتونه ادامه بده بیاد و حالا 40000 را در مرحله اول و 50000 در مرحله دوم بتونه بشکنه، اون موقع یک حرکت شارپی خوبی میتونه داشته باشه و خب قطعا بقیه بازار ارزهای دیجیتال هم به تبعیت بیت کوین قیمتش تعیین میشه. الان اتریوم 74 میلیارد، 74 میلیون
هستش. فاصله شیبا دو هنوز حفظ شده و خب شیبا نتونسته هنوز خودش را بالاتر بکشه و این فاصله رو جبران بکنه. خیلی هم هولدر داره شیبا در ایران و خب همه منتظر یک حرکت خوب هستن که ببینن که این اتفاق میفته. بیتکوین کش 8,400,000 هستش و ترون همون 1,700 دیروز داره معامله میشه. میبینیم که اینجا خیلی تفاوتی نکرده، یعنی نه از نظر جایگاهی جدول فرق کرده و نه از نظر قیمتی، و علتش همین هست که خب خیلی قیمت بیت کوین نسبت به دیروز فرقی نداشت. و اما بریم سراغ بقیه اندیکاتورهای شاخص کل. خب امروز هم میبینید که با یک کندل سبز خوب بالا اومد و تقریبا داره به میانه های کانال میرسه، اینجایی که احساس خطر هست 1,300,000 که خب قبلا حمایت بود، حالا شده مقاومت. و روز بعدی معاملات روز مهمی، یعنی فردا، چون 1,300,000 رو اگه بهش گیر بکنه شاید از پس فردا برگرده پایین، و اگه فردا خوب بتونه با شدت و قدرت 1,300,000 رد بکنه اون موقع میتونیم انتظار یک حرکت خوب را داشته باشیم. بنابراین باید ببینیم که فردا چه اتفاقی میفته. ولی بقیه اندیکاتورها وضعیت مناسبی پیدا کردن، یعنی الان نگاه کنید مومنتوم با زاویه بسیار خوبی داره میاد بالا، فقط مهم اینه که صفر را بتونه با همین زاویه خوب رد بکنه و حالا مثلا هرچی بالاتر بیاد که به. ولی فعلا حرکت صعودی رو داریم روش میبینیم. اینجا هم روی آرون مشاهده میکنید که سر آبی اومده پایین، نارنجی رفته و لامتا، همدیگر هنوز قطع نکردن، منتظر قطع کردنش رو باید باشه، یعنی همدیگر رو قطع بکنن و نارنجی بره بالا بمونه، امیدوار اتفاق بیفته. روی مکدی هم حالت خیلی خوبی الان مشاهده میکنیم، یعنی الان مکدی ببینید آبی قرمز به سمت بالا اومده، اینجا هم میله ها کوتاه‌تر شده و خب حتی احتمال داره از روزهای آینده بیفته بالای خط و حرکت صعودی را شاهد باشیم. در آرسای هم که مشاهده میکنید حرکت صعودی هستش فعلا. زر اندیکاتوری در شاخص کل وضعیت بسیار خوبی رو داریم. همین حالت رو تقریبا میشه گفتش حالا در شاخص کل هموز هم داریم میبینیم. شاید یه ذره شیب و قدرت مومنتوم اینجا کمتر باشه و خب حالا باید صبر کنیم ببینیم که آیا شاخص هموز واقعا میتونیم شاخص کل هم حرکت کنه. اینجا هم که میبینید باز کندل های کوچیکتری رو نسبت به شاخص کل داریم و ولی نسبت به اون خط حمایتی خودش واکنش خوبی رو نشون داده. البته شاخص کل هموز واقعا توی این مدت، این دو سه ماه اخیر از شهریور که ریزش رو شروع شد خیلی بد جور اومده پایین، یعنی حرکتش خیلی ناجور بوده و دلیلش هم دلیل اینکه بسیاری از نمادهای کوچک مخصوصا خب انتظار داشتیم چابکتر باشند و بهتر حرکت بکنن، الان اینقدر اومدن پایین و به حالا به قول دوستمون که تو کامنت ها نوشته بودن بسیار از نمادها شاید 70-80% هم ضرر شدن، همین هستش. چون دفعات قبلی ببینید شاخص کل هموز تا این محدوده بیشتر پایین نیومده، یعنی 25.899 رو ببینید، این سال پیش 99 که اوضاع بورس خراب شد تا اینجا بیشتر پایین نیومد، بعد دوره یه بار دیگه 2.4 همین امسال هم که وضعیت جالب نبود تا اینجا بیشتر پایین نیومد، ولی این بار ببینید خیلی اومد پایین شاخص کل هموز و امیدواریم که زودتر خودش بتونه جبران بکنه و بیاد بالا، حداقل تا هم محدوده قبلی خودش هم برگرده، بعد هم موقع میشه گفتش قیمت ها به حد قبلی خودش برخواهد. ولی تقریبا میشه گفتش الان شاخص کل هموز بایستی ملاک پورتفوها و سود ضررها باشه تا شاخص کل. خب منتظر کامنت های شما عزیزان هستم. ممنون که تا این موقع با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.